با سلام و درود و احترام خدمت تک تک ایرانیان در سراسر ایران و دنیا. علتی که شمرده حرف میزنم الان خدمتتون عرض میکنم. یکی از مشاورین آقای ترامپ به من گفتن شما امشب انتقاد کردین، حرفا رو زدی، راهکار هم ارائه بده. اگر راهکارت منطقی باشد، گفتم نمیخوام منطقی باشد، تنها راهکار شماست. گفتم چشم، شمرده صحبت میکنم. یه نفر گفت فلانی ما رو خیلی وقت خونت دعوت نمی کنی، گفت تو تون تون غذا میخوری. گفت تو من این دفعه دعوت کن خونت، بین هر لقمه غذا دو رکعت نماز هم میخونم. سعی میکنم شمرده صحبت کنم و تنها راه نجات آقای ترامپ رو به شما ارائه کنم. شما هم شهامت داشته باشید و بهش منتقل کنید، نکنید شما ضرر کردید. خدمت شما اولا که آقای حسن نصرالله با آقای محمد جلال فیروزنیا از بیروت فرار کردن با هفته اختصاصی از فرودگاه رفیع خلیلی اومدن به طرف تهران. خب دیگه این فرارها شروع میشه، بعد میاد اینجا، از اینجا باید برن به جای دیگه، همشون با هم اگه جایی راهشون بدهند. آقای ترامپ، من به شما راهکار میدم. من 3 سال قبل بهتون گفتم، 2 سال قبل گفتم، 1 سال قبل گفتم. در حق ملت ایران ظلم و ستم زیادی کردید. فرق نمیکنه شما بوده باشید یا آقای کارتر، هیچ فرقی نمیکنه. شما این حکومت رو سر کار آوردید. شما توسط این حکومت ایران رو چاپیدید. ظلم و ستم کردید، جنایت کردید، خیانت کردید. حکومتی ها رو در کشورتون راه دادید، پناه دادید. نایاک که اونجا هست جز ناپاکترین افراد ها هستند، آدم فروشند، خائنند. 2500 تا فقط یک جا پاسپورت آمریکایی به اینها دادید. اینها رو ملت خودش بلد است باش برخورد کند. من مجبورم کتابی حرف بزنم که بتونم یه خود عجیز نکنم، شمرده حرف بزنم. اما راهکار کم کم در میان ملت آمریکا دارد میپیچد آقای ترامپ، که بلایی که داره سرشون میاد، اتفاقاتی که داره میفته، با اون همه ادعای پیشرفت علمی، صنعتی، پزشکی، بالاترین آمار تلفات را دارد، علتش این است که تو مردم دارد این شایعه میپیچد، این حرف سینه به سینه میچرخد، که به خاطر ظلم و ستمی است که دولت آمریکا در حق شاه ایران، ملت ایران و خیلی از کشورهای دیگه کرده است. بپرسید. اگر میخوای در انتخابات برنده بشی، باید بیای و اون غرور کاذب و غروری که نابود کننده شماست و ملت آمریکا رو بگذارید کنار و برید خدمت شاهزاده رضا پهلوی، نماینده و وکیل ملت ایران. پدرشون هم بودن، پدر بزرگشون هم بودن، خودتون هم تاریخشون رو میدونید. اگه نمیدونید بشین این بچه آدم بشین کنار، براتون درس بدن، بهتون بگند که ایشون نماینده 80 میلیون ایرانی هستند. شما در کشور خودتون نماینده نصف مردم کشورتون هستید، پس ایشون بر شما ارجحیت دارد. اما اینه که فکر کنید شاهزاده بیا تو کاخ شما، شما دعوت کنید، این از سرتون بیارین بیرون. شاید ایشون بزرگمنشی کنه و بیاد، اما باید رسماً کتباً اعلام کنید و از ملت ایران عذرخواهی کنید و به شاهزاده بفرمایید که ما از ملت ایران عذرخواهی میکنیم. ما سوای که کشور خودمون آوردیم، از اروپا، از روسیه، از چین و دیگر ابرذلت‌ها هم کمک گرفتیم برای چاپیدن و ظلم و ستم در حق ملت شریف با شخصیت و جنتلمن ایران، با معرفت ایران، دانشمند ایران، مبتکر ایران، خلاق ایران. خودتونم میدونید من چی میگم. با رسمان عذرخواهی کنید. 2 تا اتفاق میفته. اتفاق اول این است که در میان مردمتون به عنوان یک قهرمان، یک انسانی که بلد است عذرخواهی کند، نه که 40 سال دیگه که این نسل‌ها تموم شده باشن، خیر، الان باید عذرخواهی کنید، محکم هم عذرخواهی کنید، رحم میارید.
و بعد از این از مشاوره شاهزاده عزیز ما استفاده کنید، ضرر نخواهید کرد. این یک. اگرم رأی بر فرض نیاوردید که من مطمئنم رأی میارید، چون مردم آمریکا از دموکرات ها حالشون به هم میخورد. دموکرات ها پدر دنیا رو در آوردن و اون بلاها سر خودتون خراب میشه، دست سازهای دموکرات ها و شما هست رو سرتون خراب میشه. دموکرات ها بیشتر مقصرند. این آخر عمری به عنوان یک قهرمان در تاریخ خواهی ماند، اسمت خواهد ماند. و بعد از این بهتون خواهم گفت سازم رو منحل میکنید، حقی به تو رو بر میدارید، تا این بیعدالتی هست زمین برید، زمان برید، این ور برید، اون ور برید، این بلا بر شما نازل میشه. حقی به تو یعنی اسمش بیعدالتی است، ظلم و ستم هست و جنایت و خیانت هست. بیاید برای یک بار در طول تاریخ شرم کنید، خجالت بکشید و جبران مافات کنید. آقای مشاور خوب گفتم تا اینجا؟ بازم میگم. قطعا ملت ایران نمیتونه ظلم و ستمی که شما در حقشون کردید فراموش کنه. خیلی ظلم و ستم کرد. ده که شما همه ابر ذلت ها با هم تا کره جنوبی، کره جنوبی که قبل از این توته این ننگین شما جهانی ها، دوستان میگن آقا شما تقصیر مردم ایرانه، کم دست کم نگیر. گفتم آقای از دنیا علیه ایران بسیج شد، بازاری های بی فلان علیه ایران بسیج شد، بازاری ها بالاتر خیالت ها رو کردن. روحانیت نماینده خدا، نماینده پیغمبر، نماینده قرآن، نماینده مسیح، نماینده زرتشت، اینا همه ظلم سکنه مردم کردن. مردم به تناب پوسیده اینا تو چهار رفتن، باورش شد اون ریش، اون عبا، اون قبا، همه دست به دست همدیگه دادن. خلاصه ما دیندار داشتیم، بیدین داشتیم، لایق داشتیم، همه هر کدوم یک جور گول خوردن، مادی داشتیم، حالی داشتیم، هر کدوم یک جوری گول خوردن. دوست عزیزی که میفرمایید مردم ایران گول زدن، تمام دنیا با هم متحد شدن، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، همه علیه ایران. حالا هم رو سر خودشون خراب شده. تا حقی به طور آقای ترامپ و امثالون بر ندارید، همین آش و همین کاسه علیه شما هست. روز به روز به ذلت و خفت میفتید. خداوند بی ادارتی رو دوست نداره. شما میگه آقای بایدن خود دین نداره، شماها دین، همتون دین ندارید. بی ادالتی یعنی چی؟ یعنی جنگ با خدا، جنگ با کائنات، جنگ با طبیعت، جنگ با خودتون، جنگ با خودتون، با ملتتون. چون این بی ادالتی فراموش نمیشه، ولی ملت ایران امکان داره، من نمیتونم بگم فراموش نمی کنن ظلم و ستم و جنایت شما در حق شاهنشاه ایران، در حق ملت ایران، با اون اوج تبلیغات، اون همه تبلیغات شما و بی بی سی و همه فرق نمی کنه. این کار کردید، حالا بگذاریم، نمیخوام این دیگر بگم. خب خدمت شما عرض کنم که آقای دوستان عزیز، لبنان قطعا آزاد میشه، قطعا تمام این توفاله ها و فضله ها و این های مال شیخ فضل الله اینا همشون، ولی البته بهتون میگم بین حزب الله شاید درگیری خواهد شد، چون حسن نصرالله رو ولشون کرد و اومد، پولم بهشون نداد، سفیر رو فرار کرد، بعدش عراق، بعدش یمنه، بعد فلسطین هم که مثلا اولش مسخره میکرد اینها رو. خیلی پیروزی نزدیکه، این روزا روزای خیلی خوبی است. امشب مفتزه ترین شکست و خامنی و داردسته و افکارشون خورد، خیلی خوبه. حالا جالب از همه زیاد ترامپ اعلامات کرده، از این اعلامات دیگه نکن، تا سازم ملل هست، تا حق به تو هست به هیچ جایی نمیرسید، هزار تا ملخ هم بزنید به ملت ایران گفتم شاید ببخشه، فراموش نمی کنه، اصلا نمیتونه فراموش کنه. شما اینقدر کارها کردید من نمیتونم اینجا بگم، اینقدر جنایت ها کردید، نقشم بازی کردید، باشنا علکی زنگ زرگری درگیری اینها، ولی خیلی کثیف و پلید هستید، خیلی کثیف و پلید رفتار کردید. لباس شیک هم پوشیدم به خاطر وایت شاپ مشاورش گفت لباس شیک بپوش. چشم. خب خدمت شما عرض کنم که خب آقای نصرالله خوب جای داری میای شیخ نقای حجف، آخر کار هستم همتون همینه، از شما آمریکا حمایت کرد، تروریست های کثافت، جنایتکارا، دزدها، خود آمریکا ذاتش همینه، اون مسئول رد بالاش. ترامپ هم یه تروریسته، یه دزده، مگر بیا توبه کنه، عذرخواهی کنه،
شاهزاده ایران، شاهزاده رضا شاه، رضا پهلوی اونجاست. برو خودتو قهرمان کن، برو این راه میانبر 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 است. ضمن این باید تعهد بدید شما و کنگرتون، کنگره رو سرتون خراب میشه به زودی، تمام ضرر زیان ایران در حد توان برگردید. اول بگید بگید چه کارا کردید، چه جنایت ها کردید، چه پولایی خوردید، چه حقایی رو از بین بردید، چه سرمایه گذاری از بین بردید، رو بیان بگید و حق ملت ایران رو در حدی که ممکن است برگردانید. چطور؟ پول نقد تو هواپیما میذارید به یه مش تروریست دوز جنایتکار ضد خدا و ضد همه چی میدید، مال ما داد برگردانید. باید برگرد تو با آرامش برسید. ما راهمون پیدا کردیم، یک ملت آب دیده ورزیده با پتانسیل بالا. آقای مشاور ببخشید، من دیگه سعی کردم که با شما داد نزنم سال بالا نبرم دیگه، این خلاصه جز نادید بگیرید. خب ایام به کام، روزگار خوش. آقای نصر را تشریف میارن ایران و این جز آخرین سفراش خواهد بود و دار دسته دیگه شون همان با هم، همشون با هم، همشون با هم به جایی که باید برن بهش میگن زباده تاریخ. به زودی زود اتفاق میفته، مردم به زودی زود کاری باید بکنن میکنند. مردم توی چه وقت خیلی متوجه شدن، خیلی عالیه. در تازه و کلیپی که راجع به قسمت سوم داستان هست براتون میگذارم تا بدونید که یک دنیا چجوری علیه ما توسط آدمهای داخل کشور، توسط این روحانیون بیشرف، بی دین و کافر و بازاری های بی اصل و نسب، اینها چه کار کردن و حالا خودشون کجا هستن، ما به کجا میرسیم به زودی زود. خدا نگهدار.